دوستان سلام، شب همگی شما بخیر. سپاسگزارم از جناب آقای مشکات و دیگر اعضای ادمین تیم ادمین گروه الهیدانان. خوشحالم که فکر میکنم بعد از حدود 10 ماه من مجدداً در خدمت شما هستم. همچنین فکر میکنم امشب تجربه تازه‌ای باشه که 3 گروه تلگرامی در کنار هم برنامه داریم. از سرکار خانم فریده مارزوکم به اصطلاح مدیر و ادمین تیم به اصطلاح گروه فلسفه آکادمی فلسفه مارزوک و همچنین از برای بچه های ادمین گروه عبدالکریمی هم بی نهایت سپاسگزارم. خب، موضوعی که امشب قرار من صحبت بکنم و فکر میکنم در 1 یا 2 جلسه هم نشه تمامش کرد، به خصوص که آقای مشکات فرمودن که من پرسش هایی که از نشست قبلی که درباره نسبت دین و دینداری و رابطه تئولوژی و امر دینی بود، حالا عنوانش رو دقیقا الان به ذهن ندارم، مطالبی که حول هوش کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر بود، در واقع به این پرسش ها هم بپردازم. لذا سعی میکنم که یه ربع باقی مانده رو، یعنی حدود 45 دقیقه من در مورد موضوع امشب صحبت کنم و حالا ببینم بحث رو کجا میشه نقطه گذاشت و یک فرازی از بحث رو به پایان رسوند. به هر حال سوالی که در برابر ماست اینه: در جهان کنونی، در روزگار کنونی، عرفان چه نقشی داره؟ آیا در جهان کنونی ما می توانیم در واقع زیستی عارفانه، زیستی معنوی داشته باشیم و عرفان رو راه‌حلی برای بحران‌های معنوی بشر امروز بدونیم؟ عرفان در زیست جهان کنونی، در زیست جهان مدرن و پسامدرن چه نقشی میتونه داشته باشه؟ این فکر میکنم یک صورتبندی اولیه از مسئله است. اما قبل از هر چیز یک مقدمه‌ای بگم و اینکه ما وقتی راجع به عرفان صحبت میکنیم راجع به چه چیز صحبت میکنیم. خب اگر بخوایم یک شرح الاسمی از واژه عرفان بدیم، معمولا در تعریف لغوی به اصطلاح عرفان گفته میشه که عرفان به معنای شناخت و شناسایی، عرفان به معنای مطلق شناخته. اما توجه داشته باشید، صرف نظر از معنای لغوی کلمه، اینکه ما عرفان رو به معنای شناخت بگیریم، این واژه به لحاظ تکنیکی و به لحاظ تاریخی خودش معنای خاصی داره. یعنی ما هر گونه شناخت و شناسایی رو عرفان نمیدونیم، یعنی عرفان با معرفت متفاوته. حتی گاهی وقتا هم در سنن دینی مثل سنت تفکر اسلامی از معرفت صحبت میشه، در واقع معرفت معرفت خاصی است. یعنی ما به هر گونه معرفتی، به هر گونه نالجی، دانشی، لفظ معرفت به مفهوم حکمی کلمه رو نمیدیم و عرفان هم چنینه. عرفان یک طریقه و روش خاصی برای دستیابی به حقیقت این به اصطلاح این گونه معرفت، یعنی معرفت عرفانی، برخلاف تفکر متافیزیکی که تفکر کانسپچواله، تفکر مفهومیه، عرفان یک تفکر قلبی است. تفکری است که بیش از اون که بر منطق تکیه بکنه، بر شهود، بر اشراق، بر روشنایی درونی و باطنی دست میگذاره. عرفان برخلاف تفکر فلسفی، متافیزیکی، علمی که علمی حصولی و باواسطه است، این یک نوع علم حضوری و بیواسطه است. تفکر رایج، معرفت در معنای غیر حکمی و غیر عرفانی، در واقع حاصل منطق، حاصل تجربه حسی،
را حاصل استدلال، یعنی به واسطه استدلال، به واسطه روش های منطقی استنتاجی و به واسطه به اصطلاح حواس حاصل میشه. اما وقتی راجع به عرفان صحبت میکنیم، در واقع بر روی یک نوع جذبه، یک نوع سلوک، یک نوع سیر درونی و باطنی و به یک نوع وصال با معبود یگانه هستی دست یافتن، یک نوع اتحاد و یکی شدن با حقیقت در واقع توجه داریم و نیل به این حقیقت و یکی شدن با این حقیقت از راه تحصیب نفس، از راه پاک کردن دل، از طریق تزکیه و رهایی از تعلقات و تعینات. پس عرفان در واقع معرفتی است که قایتش اتصال به ذات الهی است و فرد عارف کسی است که در نهایت خواهانه که در واقع در قرب ساحت قدس، در قرب حضرت حق در واقع زیست بکنه و در خدای سبحان، در حضرت حق در واقع فانی بشه و به واسطه این فنا به بقا دست پیدا کنه. در واقع عرفان نوعی ترانسندنس، نوعی استعلاست، نوعی فراروییست. انسانی که میکوشه اوج بگیره، تعالی بگیره از حیات روزمره تا یک نوع به اصطلاح رایحه خداوندی و قدسی و الهی پیدا بکنه. عرفان در واقع دو مسیر داره، دو مؤلفه داره. یک مؤلفش مؤلفه معرفتی است، شناختی است، که این در واقع این شناخت یک شناخت شهودی و بیواسطه است. اما یک مؤلفه عملی هم داره و اون نوعی تحول باطنی است، اینکه فرد با یک پویایی درونی، با یک دیالکتیک درونی، با یک سیرورت درونی در واقع یک نوع حرکت وجودی داره، از خودش آغاز میکنه تا به خود متعالی تری پیدا دست پیدا کنه، از خودش رها بشه و تا بتونه طریق خودشناسی، یعنی کشف حقیقت خیشتن در واقع و خودسازی، بتونه در واقع به غایت جهان، به غایت هستی، یعنی به حضرت حق بپیونده و به نوعی بیداری قلبی و بینایی درونی دست پیدا کنه که در سنت ما بهش بیداری یا یقظه گفته میشه. و نهایت این سیر و سلوک اینه که فرد اوصافی خداوندی پیدا کنه، یعنی خداگونه شدن، تخلق به اخلاق الله. در واقع عرفان وقتی میگیم نسبت به یک همچنین امری نظر داریم، در احادیث خودمون هم، در احادیث شیعی هم، در واقع در مورد عرفان و تعریف عرفان عبارات بسیار بسیار نازنین، عبارات بسیار بسیار گرانقدر و قابل تأمله. خب توجه دارید که وقتی با عرفان داریم صحبت میکنیم، در واقع با یک نظام اپیستمیک دیگه، با یک نظام معرفتی دیگری که با نظام معرفت شناختی متافیزیکی فلسفی و با نظام معرفتی علمی و تکنولوژیک خیلی 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 متفاوته در واقع سر و کار داریم. عبارتی از علی ابن ابی طالب هست که ایشون میگه که العارف من عرف نفسه فاعتقها و نزها عن کل ما یبعدها و یوبقها. عارف کسیه که خودش رو میشناسه و خودش رو آزاد و رها میکنه از هر آنچه که در واقع او رو از حضرت حق، از خداوند سبحان دور میکنه و یا اون رو زمینگیر میکنه. از امام صادق هم، امام جعفر صادق هم به اصطلاح روایات بسیار زیبا و شنیدنی وجود داره در مورد. البته حالا یه نکته داشته باشیم که به لحاظ فیلولوژیک و تاریخی، اینکه چقدر معرفت و عرفان که در لسان ائمه شیعه هست، چقدر به عرفان در قرون سوم و چهارم که حاصل آمیزش اندیشه های نو افلاطونی و هندی و بودایی است، چقدر
به اصطلاح این همانی داره یا نه، خب یک بحث دیگری است، بحث‌های تاریخی است که اینجا محل بحث من نیست، ولی به هر حال هم افقه، یعنی این روایات هم افق هستند با در واقع آنچه که به معنای تصوف و عرفان ما در قرون دوم، سوم، چهارم و قرون بعدی میفهمیم، که خود این هم نکته قابل توجه است که عرفان و تصوف، که حالا خود این هم باز قابل تحمله که بین عرفان و تصوف چه نسبتی وجود داره، در واقع یک امر تاریخی است و چگونه تحولات تاریخی داشته، از اون زهد اولیه که مثلا در اصحاب صف به اصطلاح اصحاب صفه دیده میشد و آرام آرام در واقع این زهد که در اصحاب پیامبر و در تابعین و تابعین تابعین بود، یواش یواش مثلا به عرفان نظریه ابن عربی میرسید که یک سیستم کاملا فکری نظری، این تحولات رو هم مد نظر داشته باشید که در طی ادوار تاریخی گوناگون عرفان به یک معنا نبوده. به هر حال روایتی هم از امام جعفر صادق داریم که ایشون میفرمایند که العارفو شخصه مع الخلق و قلبه مع الله ولا مونس الله سوى الله و هو في رياض قدسه متردد و من لطائف فضله متزود. عارف کسی است که بدنش با خلق و دلش با خداست و توشش در واقع به سوی خداوند و قلبش در پیشگاه ملکوت در حال آمده شده و همواره مونس حضرت حقه. باز در واقع روایت دیگری باز هم از امام جعفر صادقه که العارف من اشهد لا ذاته و صفاته و اسمائه و افعاله فالمعرفته حل تحدث عن شهوده. عارف کسی که خداوند او رو به شهود ذات، صفات، اسما و افعال خودش مفتخرش میکنه و معرفت حالتی است که از شهود پدید میاد. یا باز روایت دیگری از امام جعفر صادق که از عربیش صرف نظر میکنه، میگه عارف کسی که فکر خودش رو متوجه حضرت حق، ساحت قدس، ساحت جبروت میکنه تا نور حق پیوسته بر باطنش بتابه. خب به هر حال در مورد تعریف عرفان بحث‌های زیادی وجود داره، مباحث فیلولوژیک زیادی وجود داره که عرفان ریشش چیه، تصوف ریشش چیه، مثلا آیا وقتی از صوفی و صوفیا صحبت میکنیم نسبت داره تصوف از کلمه صوفیای یونانی، تصوف و صوف به مفهوم پشمینه و لباس پشمینه، چون زهاد اولیه به تبع به اصطلاح هندی ها لباس پشمینه میپوشیدن که تا بدنشون خیلی راحت نباشه و نفسشون خیلی پروار نکنن. خب از این بحث ها بحث های زیادی است و در واقع محل بحث ما نیست به هیچ وجه، به هیچ وجه اینها محل بحث ما نیست، فقط خواستم اینها رو مقدمه ای قرار بدم تا بدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. راجع به ریشه های تاریخی عرفان هم بحث های زیادی وجود داره، اینکه ریشه های عرفان رو میتوانیم به ادیان بدوی برسونیم، به انیمیست و جاندار پنداری و اینکه همه چیز جانداره، طبیعت جانداره، اشیا جان دارن، حتی با جادوگری و بعدش به اندیشه های هرمسی، اینکه هرمس در یونان الهه‌ای بود که سخن رو از بشر برای خدایان می برد و سخن خدایان رو برای بشر می آورد و این رو در اندیشه سقراط داریم. سقراط هم معتقد بود که ندای غیبی با او صحبت میکنه، هاتف معبد دلفی به او میگه که تو خردمندترین فرد آتنی و او میگه که من که خردمند نبودم، اما هرچی فکر کردم دیدم هاتف غیبی که اشتباه نمیکنه، اما من هم که چیزی نمیدونم. بعدن این نطفه فلسفه اینجاست دیگه، سقراط
میگه از اینجا فهمیدم که من خردمند فرد آتنم، به این دلیل که من میدونم که نمیدونم، اما دیگران نمیدونن و نمیدونن که نمیدونن. ها در این قصه هم شما حضور هاتف غیبی رو میبینید، ندای غیبی رو، یا در رساله آپولوژی، در رساله آپولوژی سقراط راه فرار داشت اما فرار نمیکنه و به هیئت جوری و اون جمعیتی که در دادگاه بود میگه من یه چیزی میگم که اگه به شما بگم نمیتونید درک بکنید و شما استهزاء خواهید کرد، و اون اینکه ندایی به من اجازه نمیده که از زندان فرار کنم و از عقوبت خودم فرار بکنم. ها در اونجا هم باز یک ندایی صحبت میکنه. در افلاطون هنوز این ندا حضور داره، یا مثلا در هراکلیتوس دارید که نه به سخن من که به سخن لوگوس گوش فرا دهید. به حال ریشه های تاریخی هم سخنی با لوگوس، هم سخنی با خداوند رو که محور اصلی تفکر عرفانی است رو شما ریشه هاش رو میتونید دنبال بکنید. این اندیشه ها رو در اندیشه های فیثاغوری هم میشه دنبال کرد. میشه اصلا دنبال این گشت که چگونه مفهوم امر مقدس در برابر امر عرفی در واقع شکل گرفته. مثلا میشه به مطالعه پژوهشگران پدیدارشناس دین و مورخان ادیان رجوع کرد، مثلا آثار مثل اوتو یا الیاده رو، میرشارد الیاده رو مثلا در مورد تاریخ ظهور امر قدسی و رابطه با ساحت قدس رو در واقع دنبال کرد. یعنی تاریخ عرفان تا حدود زیادی دیوار به دیوار تاریخ امر دینی هم هست. به هر حال تاریخ مورخان ادیان و پدیدارشناسان دین در این حوزه حرف های زیادی دارن که به هیچ وجه باز این حوزه ها حوزه مطالعاتی من نیست و من قرار نیست در این خصوص به صحبت بپردازم. و باز مورخان عرفان و تصوف به خصوص در حوزه عرفان اسلامی در واقع این بحث که یونانی ها چقدر نقش داشتن در ظهور عرفان و تصوف اسلامی، یونانیان، اندیشه های هرمسی، اندیشه های فیثاغوری، اما به هر حال اکثر مورخان عرفان و تصوف اسلامی معتقدند که اندیشه های فلوتینی و نو افلاطونی و همچنین اندیشه های هندی و مذاهبی مثل بودیسم و هندویسم یا اندیشه های شرق دور مثل لاوتزو تأثیر زیادی در ظهور عرفان و تصوف ما داشتن، و شاید هم بشه گفت که اینها همش هم تأثیر تاریخی نبوده، بلکه نوعی هم افقی، نوعی هم زبانی بوده که بین امر دینی، امر معنوی، معرفت باطنی در سنن فکری و نظری گوناگون مثل اندیشه های لاوتزو در شرق دور، یا اندیشه های بودایی در هند، یا اندیشه های زروانی، اندیشه های زرتشت، و همچنین اندیشه های عرفای ایرانی اسلامی وجود داشته. به هر حال خیلی از صاحب نظران ورود اندیشه های عرفانی به عالم اسلام رو از فلوتین و افلاطون گرایی و اندیشه های نو افلاطونی دونستن. مثلا در دایره المعارف استنفورد مقاله ای که آقای امین مهدی امین رضوی نوشته که ایشون از شاگردان سید حسین نصره و استاد فلسفه و عرفان در آمریکاست، ایشون صراحتا معتقده که عرفان در عالم اسلام در واقع حاصل اندیشه های فلوتین و نو افلاطون گراییه و معتقده که عرفان و اندیشه های عرفانی به مرور به عالم فلسفه هم راه پیدا کرده. آنچنان که وقتی از فلسفه اسلامی صحبت میکنیم، در واقع فلسفه اسلامی مستقل از در واقع عرفان به هیچ وجه قابل فهم نیست. یعنی وقتی شما راجع به سهروردی صحبت میکنید، وقتی شما راجع به ملا صدرا صحبت میکنید، از یک متافیزیسیان در معنای غربی کلمه، یعنی یونانی کلمه، صحبت نمیکنید، بلکه شما از یک تئوسوفیست داری صحبت میکنید. یعنی فلسفه اسلامی به هیچ وجه از عرفان اسلامی نمیشه جدا بشه. حتی در فردی مثل شیخ الرئیس ابوالسینا، یعنی ما در مشایی ترین فیلسوفامون
در واقع حکمت مشرقی رو داریم. به حال اینا بحثای تاریخی است. بحثای مفهومی هم راجع به اصطلاح سرشت و چیستی عرفان وجود داره، آنچنان که مثلا فرض کنید چهرهایی مثل مرتضی مطهری، سیدحسین نصر معتقدند که عرفان در عالم اسلامی از دیرباز با مفهوم حکمت یک پیوند ناگسستنی داشته و حکمت یا عرفان مفهومی است که هم درش خرد هست. این خرد در واقع دیانویا نیست که مرتبه مادون عقل در افلاطونه و مثلا با ریاضیات سر کار داره، با استدلال سر کار داره، بلکه با نوع زیست یا با عقل کلی، نه عقل جزئی، نسبت داره. و این حکمت نوعی هم خرد برتره و هم با فلسفه سر کار داره. خب این بحث هم باز حوزه کاری من نیست و در واقع اینها رو ما مفروض میگیریم در اینجا. باز بحثایی در مورد عرفان در عالم اسلام وجود داره که سرچشمه های عرفان در عالم اسلام چیه. خب افرادی مثل مطهری، مرتضی مطهری، معتقده که در عالم اسلام سرچشمه عرفان رو و مؤلفه های عرفانی رو باید در خود قرآن و در خود آموزه های اسلام سراغ گرفت، اما پاره ای از به اصطلاح پاره ای از صاحب نظران در واقع ریشه های عرفان رو در خارج از بستر تفکر اسلامی میدونن. مثلا شریعتی از کسانی است که عرفان و تصوف رو در واقع حاصل اندیشه های هندی میدونه و معتقده که در واقع نگاه پیامبر، حکمت نبوی، حکمت معنوی هست، اما تفکر صوفیانه نیست، تفکر عرفانی نیست. اینها هم به حال معرکه آراست، بحثایی است که میان صاحب نظران وجود داره. اما به حال توجه داشته باشید که در تاریخ اندیشه اسلامی هم عرفا و هم فیلسوف عارفانی مثل ملا صدرا اینا به برخی از آیات قرآن اشاره میکنن و از این آیات تفسیر معنوی میکنن و تفسیر در واقع تمثیلی و رمزآمیز میکنن. مثلا فرض کنید که از آیات مشهور آیه 3 سوره حدیده که اونجا که قرآن میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، این که خداوند ظاهر و باطنه، این ظاهر و باطن بودن، این که خداوند هم ظاهره و در همون حال باطنه، او اوله و در همون حال آخر، مثلا آخره، در واقع اینها در واقع تفسیرهای معنوی در تاریخ فرهنگ ما شده. یا مثلا فرض کنید که سوره بقره آیه 269 که قرآن میفرماید که یوتی الحکمه من یشا و من یوتی الحکمه فقط اوتا خیرا کثیرا، در واقع اینکه به هر کس که حکمت داده شد یقینا خیر فراوانی داده شده و این حکمت مترادف با معرفت قلبی و باطنی گرفته شده. و همچنین آیه مشهور سوره نور، آیه 35 سوره نور که بسیار بسیار مشهوره، از این آیه هم برداشت تمثیلی میشه. اونجا که قرآن میفرماید که الله نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیه مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه که انها کوکب و دوریون یو قدم شب جدت مبارکت زیتون لا شرقیه ولا غربیه تا الى آخر، که قرآن از خداوند به منزله نور آسمان ها و زمین یاد میکنه و مثال نور خداوند و همانند در واقع مشکات، یعنی همانند چراغدانی میدونه که در اون چراغدان چراغ پر نور و پر فروغی وجود داره و خود اون چراغ در یک حبابی است، حبابی شفاف و درخشنده، و این چراغ با روغنی روشن میشه، با نفتی، با روغنی افروخته میشه که از درخت پربرکت زیتونه، درختی است که نه شرقیه و نه غربی. و ادامه آیه برحال بسیار صاحب نظران اسلامی علاقمند به سنت عرفانی معتقدن که عرفان در عالم اسلام حاوی بصیرت‌های رمزآلوده و این بصیرت‌های رمزآلود نشأت گرفته از خود قرآن و آیات
قرآنیه. و به هر حال ما در تاریخ تفکر اسلامی متصوفه ما، عرفای ما و کسانی که اهل باطنیه بودن، در واقع اینها آیات قرآن الهام بخش حیات باطنی اونها بوده و چهرهای فیلسوفی مثل سهروردی که بنیانگذار فلسفه اشراق و ملا صدرا که بنیانگذار حکمت متعالی است، اینها هم تفسیرهای معنوی بر آیات قرآنی نوشتن. هم سهروردی این تفسیرها رو داره و هم در واقع ملا صدرا که تفسیر خاصی، تفسیر عرفانی است، آیه نور در قرآن داره. به هر حال این که بین عرفان و اسلام چه نسبتی وجود داره، خب بحث ها و دیدگاه های گوناگونی وجود داره، ولی به هر حال آنچه که در واقعیت تاریخی متحقق شده اینه که عرفان در عالم اسلامی یک مؤلفه بنیادین بوده، عرفان با حکمت نسبت داشته و عرفان در تمام گستره‌ها و تعاملات بعدی که با فلسفه اسلامی و سنت‌های عقلی داشته، مؤلفه‌های عرفانی وارد سنن عقلی شده، یعنی هم در علم کلام ما و هم در فلسفه اسلامی ما، و در واقع عرفان هم از بعد عملی، اخلاقی و حکمت عملی و هم از به اصطلاح جنبه نظری در به اصطلاح کانون به اصطلاح تفکر اسلامی و سنت تفکر ایرانی اسلامی وجود داشته. خب اینها یک اطلاعات دایره المعارفی بود که شاید گفتنش هم نیاز نبود، و اما خب حس کردم که شاید مخاطبین جوانی در این برنامه وجود داشته باشن، که حتما وجود دارن، که به دلیل شرایط خاص تاریخی ما خیلی تعلق خاطر به این حوزه ها نداشتن و همواره یک نگاه شرق شناسانه و به عرفان داشتن و همواره با مفروضات خاصی مواجه شدن. گفتم حالا شاید این تلنگرها یک مقدار آشنایی اولیه ایجاد بکنه. خب من از اینجا تازه میخوام بحث خودم رو آغاز بکنم. اونها یک بحث مقدماتی بود، فقط خواستم بگم که نه بحث‌های فیلولوژیک در مورد، یعنی بحث‌های فقه و لغه، بحث‌های زبانشناسی تاریخی، ریشه شناسی تاریخی مسئله منه یا اساسا مسئله دوستانی بود که در این گروه به طرح پرسش از عرفان در جهان معاصر پرداختن، نه بحث‌های تاریخی، نه بحث‌هایی که در مورد سرشت عرفان تا حدودی به نفع خیلی دقیق. من در اینجا معنا و مفهوم عرفان رو به همون معنای اجمالی که در ذهن اکثر ماها وجود داره میگیرم، یعنی یک شناخت اجمالی از عرفان داریم که نوعی معرفت قلبی است، نوعی معرفت مستقیم است، نوعی معرفت شهودی است، نه معرفت عقلی منطقی، منطق محور و از عقلانیت متافیزیکی و از عقلانیت علمی و تکنولوژیک تمایز بنیادین داره، بیشتر یک نوع رابطه مستقیم با جهان، با هستی برقرار کردنه و از طریق یک نوع دیالکتیک و سیرورت درونی خواهان که در ساحت قرب سکنا بگزینه و در ساحت قدس، در ساحت خداوند فانی بشه تا به بقا دست پیدا کنه، و در همنشینی با خداوند است که فرد به بهجت، شادی، سرشاری و تمامیت تحقق وجودی خودش دست پیدا میکنه و این خودش رو در اخلاق، در بزرگمنشی، در شفقت نسبت به خلق، در تحصیب و پاکی درونی، صفای درونی و در واقع بیتعلقی نسبت به دیگری، نسبت به قدرت، نسبت به مال دنیا و خیلی از امور دیگه به یک نوع بیتعلقی دست پیدا میکنه. خب
من برای اینکه وارد بحثم بشم چند تا مفروض رو بیان میکنم. اینها بر اساس فهم منه، اینها مفروضات منه. بر اساس این مفروضات من بحث خودم رو جلو میبرم. خب اولین مفروض من اینه که عرفان نوعی تفکر درونی است، نوعی تفکر باطنی است، نوعی تفکر معنوی است که میخواد با ساحت قدس ارتباط برقرار کنه. این نوع تفکر یک تاریخ بسیار بسیار دیرینه ای در حیات بشر داشته که ریشه هاش رو در مذاهب اولیه بشری میشه دنبال کرد، اما ما در اینجا در واقع در مورد اشکال پیشرفته ترش به خصوص آنچنان که در سنت ادیان ابراهیمی وجود داره مد نظرمونه. این سنت فکری در واقع یک نوع تفکر غیر متافیزیکی است با تفکر فلسفی متافیزیکی که تفکر منطق محور، استدلال محور، گذار محور، بر اساس رابطه سوبژه ابژه است، یک نوع رابطه سوبژکتیو ابژکتیو با جهان برقرار میکنه. یعنی جهان میشه ابژه و ذهن ما انسان میشه یک سوبژه. تمایزهای بنیادین داره این سنت تفکر معنوی، به اعتقاد من در همه سنن شرقی وجود داشته. یعنی در همه سنن شرقی مؤلفه های تفکر درونی و باطنی وجود داشته، حالا اگر ازش به عرفان تعبیر کنیم یا به تعابیر دیگه. و اینکه همه سنن غیر متافیزیکی همه سنن شرقی در واقع یک جبهه واحدی رو در برابر عقلانیت متافیزیکی و عقلانیت علمی و تکنولوژیک تشکیل میدن. یعنی عقلانیت علمی و تکنولوژیک فقط و فقط در دل سنت تفکر متافیزیکی شکل گرفته و سنت تفکر متافیزیکی که نهایتاً به عقلانیت علمی و تکنولوژیک و مدرنیته منجر شده و البته امروز جهانی شده و یک امر سیاره‌ای شده، در برابر نوع دیگر تفکری که تفکر شرقی است، تفکری است که غیر متافیزیکی بوده و همه در واقع سنن تفکر غیر متافیزیکی یونانی در واقع اینها هم افق هستند. این به این معنی نیست که دقیقا یکی هستند، اما تقریبا هم افقند و تا حدود زیادی به دلیل اونکه عقلانیت متافیزیکی بر اونها غلبه پیدا کرده به این اعتبار اونها سرنوشت مشترکی دارن. یعنی همه سنن غیر متافیزیکی به اعتبار اینکه تفکر متافیزیکی و عقلانیت علمی و تکنولوژی بر اونها غلبه پیدا کرده به این اعتبار در یک جبهه واحدی قرار میگیرن و سرنوشت مشترکی دارن. نکته دیگه ای که مفروض دیگر منه، من میان عرفان و تصوف تمایز قائلم. تصوف صورت خاصی از عرفانه و عرفان روح تصوفه. و البته اینجا دیگه ما خیلی درنگ نمیخوایم بکنیم در مورد نسبت عرفان و تصوف. یعنی عرفان ضرورتا نباید در شکل تصوف، خانقاهی بودن، تجرد، جدای از جامعه بودن، در انزوا بودن، در سکوت و اعتکاف بودن متجلی بشه. یعنی میشه عرفان رو به منزله یک نوع انتولوژی فهمید، عرفان رو به منزله یک نحوه فهم جهان فهمید، بیان که ضرورتا به صور زیستی خاصی منتهی بشه به شکل تصوف. البته کسی که عارفه، کسی که در فضای عرفانی زیست میکنه، این شیوه تفکر عرفانی شیوه زیست خاصی رو هم ایجاد میکنه، اما شیوه زیست میتونه متناسب با فرهنگ های گوناگون صور گوناگون بپذیره و اون چی که ما به منزله تصوف میفهمیم فقط یک صورت تاریخی است، نه یگان صورتی که عرفان میتونه پیدا بکنه. مفروض دیگر من همینه که به اعتقاد من برخلاف این کینه‌ای که نسبت به عرفان
در سنت تاریخی ما وجود داشته و نزاهایی که بین فقها متکلمین در یک سو و حتی گاه فلاسفه در یک سو در برابر متصوفه و عرفا داشتن، به اعتقاد من در تلقی من از دیانت امر دینی و عرفان در واقع نوعی وحدت و این همانی وجود داره. نمیگم تصوف، میگم عرفان. به همین دلیل گفتم از نظر من عرفان و تصوف یکی نیست. به نظر من عرفان همون امر دینی است، یعنی در لسان من وقتی از امر دینی صحبت میکنم، امر دینی همان عرفان است و عرفان به منزله روح دیانت. و اگر از دیانت، اگر دیانت از دیانت روحش رو بگیرید که امر دینی است یا عرفان است، در واقع پوسته بیش از امر از دیانت باقی نمیمونه و فقط یک نوع فقه تهی شده بی محتوای زشت و کریه باقی میمونه، یک پوسته ای که هیچ مغزی درش نیستش. خب باز مفروض دیگر من اینه که شریعت و شعائر در ادیان دلالت بر وجود اجتماعی تاریخی و فرهنگی دیانت میکنن، اما روح دیانت عرفانه و دین دیانت منهای معرفت درونی، منهای معرفت باطنی، دین منهای نسبت داشتن با ساحت قدس، در واقع این دین نیست. این رو اون چیزیست که من در لسان خودم اون رو تئولوژی مینامم، فرهنگ مینامم، صورت دیانت مینامم، در حالی که از باطن توهیست. اما در مقابل از نظر من عرفان نوعی تفکره. البته تفکر در اینجا به مفهوم تفکر نظری نیست. تفکر در سنت متافیزیکی معنایی داره، در سنت تفکر علمی و تکنولوژیک تفکر یک معنایی داره، اما تفکر در عرفان و در دین در واقع معنایی داره متمایز از معنای متافیزیکی کلمه، معنای علمی و تکنولوژیک کلمه، اما نوعی تفکر. عرفان نوعی تفکر و نوعی شیوه زیسته البته، اما این شیوه زیست، این شیوه تفکر حاصل نوعی مواجهه با هستی است، حاصل نوعی درک از هستی است. به همین دلیل در نگاه من عرفان نوعی انتولوژیه. این انتولوژی مفروضات خاصی داره. این انتولوژی وجود مراتب رو در هستی میپذیره. یعنی هستی فقط یک سطح نیست، مثل جهان علمی و تکنولوژیک، مثل جهان دکارتی که جهان عبارت است از ماده به اضافه حرکت. یعنی سراسر هستی هم سطح، تک لول، تک ساحتی است. در تفکر عرفانی دینی جهان مراتب داره، مرتبه بالا، مرتبه پایین، که البته استعاره است. بالا و پایین اینجا استعاره است، به هیچ وجه به حقیقت به کار نمیبریم. عالم غیب یا عالم شهادت، عالم بالای عالم پایین، عالم لاهوت یا عالم ناسوت، در زبان افلاطون گفته میشد عالم محسوس و عالم معقول، عالم مثل و عالم در واقع جهان حسی. اینها تعابیر گوناگونه. در تفکر دینی عرفانی جهان دارای مرتبه است و همه ساحات جهان، همه مراتب هستی یک سطح نیستن. آگاهی بشرم هم سطح نیست، یعنی ما آگاهی های، یعنی در میان آگاهی های ما هم مراتب وجود داره. و نکته سوم این که میان مراتب آگاهی و مراتب هستی تناظر وجود داره، یعنی بالاترین مرتبه آگاهی به بالاترین مرتبه هستی تعلق میگیره و پایین ترین مراتب آگاهی به پایین ترین مراتب هستی تعلق میگیره. همه آگاهی ها همسط نیست. اینکه من مثلا بدونم تعداد شن های بیابان چقدره، تعداد ریگ های کف اقیانوس ها چقدره، یا قیمت بیمه دست چپ فلان تنیس باز زن ایرلندی چقدره، اینها اطلاعات. اما شناخت خداوند یک نوع علم مقدس است. اینکه شما در ذات خداوند زندگی کنید، این یعنی در ذات خداوند خانه بکنید، این یک نوع آگاهی دیگری است.
این یک نوع آگاهی دیگری است. پس مراتب پایین آگاهی به مراتب پایین هستی تعلق میگیره و مراتب بالای آگاهی به مراتب بالای هستی، و عرفان نوعی معرفت به عالی ترین مرتبه هستی است، یعنی خداوند. خب به هر حال عرفان نوعی انتولوژی است، نوعی وجود شناسی است، البته نوعی معرفت شناسی هم داره، نوعی آنتروپولوژی هم داره، به حال یک نظام معرفتی است، ولی صرفا معرفت معرفت نظری نیست. این معرفت با عمل، با امور اگزیستانسیل، با سیرورت درونی و باطنی وحدت داره. یعنی در این نظام فکری تفکر، عقل، نظر، عمل معانی داره که کاملا با معانی متافیزیکی متفاوته. یکی از خطاهای هرمنوتیک اینه که بسیاری از دوستان، روشنفکران، صاحب نظران در پارادایم متافیزیکی تنفس میکنن و در مورد یک پارادایم غیر متافیزیکی با معیارهای متافیزیکی میخوان اظهار نظر کنن. خب من ناچارم همینجا بحث خودم رو خاتمه بدم تا به پرسش ها بپردازم، پرسش هایی که بالا حدود 10 ماه پیش بود. دوستان انتظار دارن در این گروه که من پرسش های باقی مونده نشست پیشین، یعنی بحث تئولوژی مداری و ایمان انحصاری رو در واقع پاسخ بدم. من در این جلسه در مورد بحث خودم در واقع هیچ چیز مطرح نکردم، فقط در مقدمات بودم و فکر میکنم که در جلسه بعدی آرام آرام وارد بحث خودم در مورد مسئله عرفان در جهان کنونی و امکان احیای عرفان یا زیست عرفانی در جهان معاصر دیدگاه خودم رو بیان بکنم. من در واقع شروع میکنم به پرسش هایی که دوستان در خصوص نسبت میان تئولوژی مداری و ایمان انحصاری بیان کردن، که البته بی ربط با بحث های این نشستم نیست، یعنی اون بحث ها هم میتونه به فهم محتوای بحث این جلسه و در واقع بحث های جلسات بعد تا حدودی کمک بکنه. خب نخستین سوال از سوالات باقی مونده نشست های پیشین که نشست 10 ماه پیش بود حدودن، پرسش است که آقای مشکات مطرح کردن. ایشون فرمودن که خداوند سردار سلیمانی رو بیامرزه. من با توجه به حادثه دیشب، این پرسش درست پرسشی بود که همزمان بود با حمله آمریکایی ها و ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و همراهانش، مهندس مهدی و دیگران. ایشون آقای مشکات نازنین پرسیدن که با توجه به این پرسش میخوام یک سوال رو به سوالهای قبلی اضافه کنم. ایشون میگن که آقای عبدالکریمی به اقتضای سن و سالشون بسیار بیش از ما جوانان با مفهوم شهید مواجهه داشتن. ای کاش، شاید هم به دلیل نشست و برخاستی که با شهدا داشتند یک تجربه زیسته هم از مقوله شهادت داشتن. به حال به نظر می رسد که عبدالکریمی باید بیشتر از جوانان در مورد مفهوم شهادت به تأمل بنیادین پرداخته باشه. اینا حرفای آقای مشکات نازنینه. حالا ایشون میگن بر اساس این، با توجه به این مقدمه، حالا اگر ما میان دین و تئولوژی تمایز قائل بشیم، خب این تمایزی بود که من در بحثام داشتم. دوستان اگر اون سیاه مشق من به عنوان پایان تئولوژی رو بخونن، میبینن که من تمایزی قائلم میان امر دینی و تئولوژی. تئولوژی یک سیستم نظری است که مجموعی از باورهای نهادینه شده تاریخی است که خودش رو به منزله حقایق ازلی و ابدی معرفی میکنه، در حالی که برساختهای تاریخی هستند. یا اگر به اون کتاب پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر من رجوع کنن، در اونجا مقاله مفصلی دارم تحت عنوان دین چیست، تئولوژی کدام،
بسیار از باورهایی که ما داریم در واقع بر ساختهای تاریخی یه سری اعتقادات است، یه سری باورهای نظری است و ربطی به امر دینی و حیات دینی نداره. این تمایز بین دین و تئولوژی یکی از کانونی ترین مفاهیم و تمایزات مفهومی در اندیشه منه. و حالا آقای مشکات بر اساس این تمایزی که بین دین به منزله یک نوع شیوه تفکر که حاصل سکنا گزیدن در ساحت قدسه با تئولوژی که مجموعی از باورهای نظری است که نوعی برساخت تاریخیه، حالا ایشون میگه که شهید در با توجه به تفکیک میان دو مقوله دین و امر دینی و تئولوژی، شهید ما بین این دو معنا در چه موقعیتی قرار داره؟ خب یعنی سوال از اینجا شکل گرفته دیگه. خب مثلا فردی مثل سردار سلیمانی اهل مسجد بود، اهل هیئت بود، برای امام حسین گریه می کرد، برای حضرت زهرا گریه می کرد، نماز می خوند. ها؟ حالا حرف آقای مشکات اینا رو نگفتن، من دارم زبان حال این رو به پرسششون رو بیشتر باز میکنم. حالا باید بگیم که آدمی مثل سردار سلیمانی این دست پرورده تئولوژی یا دست پرورده امر دینیه؟ ها، در واقع سوال آقای مشکات اینه، میتونه این باشه که به نظر میاد که امر دینی و امر تئولوژیک رو خیلی به سهولت عبدالکریمی نمیشه تفکیک کرد. اگر شما فردی مثل باکری، فردی مثل همت، فردی مثل نمیدونم زین الدین یا خیلی های دیگر اینها رو شما شهید بدونید، خب اینا دست پرورده همین باورهای تئولوژیک بودن. به همین دلیل حالا مسئله است عبدالکریمی، اگر ما تمایز امر دینی و تئولوژی رو بپذیریم، حالا پدیده شهادت و امر شهید رو در میانه تمایزی که میان تئولوژی و امر دین قائل شدی چگونه باید تبیین بکنیم؟ خب من عذر میخوام، من به اصطلاح دقایقی صحبت کردم اما فایل صوتی من پرید. اگر اجازه بدید من ادامه بحث رو در جلسه آینده داشته باشم، چون الان حدود به اصطلاح 5 دقیقه صحبت کردم و خیلی دیگه برام دشوار همون حرفا رو تکرار کنم. اجازه بدید من جواب سوال آقای مشکات رو در هفته آینده عرض بکنم که یه مقدار پر انرژی تر باشم. حقیقتش انقدر با سرعت حرف زدم انرژیم ته کشید و یک فایل صوتی چند دقیقه من نمیدونم چرا پرید، دگمه ای رو اشتباه زدم. من در هفته آینده که در گروه آکادمی مارزوک در مورد واکاوی نامه مصطفی رحیمی به آقای خمینی رو ادامه خواهم داد و بعد از 2 هفته اگر توفیق باشه فکر میکنم میشه در واقع 19 اسفند مجددا همین بحث رو در مورد عرفان در جهان معاصر و سلسله پرسش های دوستان رو من ادامه خواهم داد. از همین جا اگر اجازه بدید من همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم و به شما شب بخیر بگم. شب همگیتون بخیر.